اتحاد اسلامی تو کو کو یک گام پیشرفت اتحاد اسلامی نه. چرا؟ این 10 سال را حساب کنید از 10 سال قبل وضع مسلمین بدتره، نه اینکه جلو نرفته، عقب رفته اصلا. چرا؟ تنازل، تدعون الى التنازل، ادعون الطرف الاخر الى التنازل ايضا، فقط تدعون هذا الطرف، هذا تقريب، هذه وحدة. نترك كتاب الله لأجل فلان وفلان، نترك ان اهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلمات اهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأجل فلان وفلان، حاشا لله. 1400 سال گرفتار این فکر موهوم و خرافی حفظ وحدت بودیم. ادهی بدشون میاد به جهنم، بدشون بیا، نه اینکه جلو نرفته، عقب رفته اصلا. چرا؟ اللعن من الواجبات ليس من المستحبات، لعن اعداء الله من الواجبات. اللهم لعن ابا آقایون اهل تسنن، مولوی ها که سرتون رو زیر برف کردید یا گوشاتون رو گرفتید که نمیشنوید، یا جواب کسانی که از شما سوال میکنن نمیدید. وقتی قرآن کریم به مسلمین میفرماد حتی به اهل کتاب، یعنی به مسیحی و یهودی و اینا، به اونا بگید تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یعنی اونا که اصلا مسلمان نیستن، اصلا پیامبر اکرم رو به عنوان پیامبر خدا و آخرین پیامبر اصلا قبول ندارن، قرآن رو قبول ندارن. وقتی خدای متعال در قرآن میفرماد که به اونهایی که اصل خدا را و آخرت رو قبول دارن بهشون بگید بیاییم از مشترکات شروع کنیم، والا سوال اینه که قرآنی که نسبت به دیگران این گونه دستور میده به مسلمانان، در مورد رابطه مسلمان با مسلمان چی میگه؟ آیا چون این قرآنی اجازه میده که مسلمانی مسلمان دیگر رو تکفیر کنه؟ تکفیری شیعه یا تکفیری سنی یا حتی تکفیری دیگری؟ اینا روششون ضد تمدن سازی است. امروز بدونید با تفکر تکفیری نمیشه تمدن اسلامی دوباره ساخت. سعی باید بکنیم که نه فقط جدال زبانی نداشته باشیم، تنافر قلبی هم نداشته باشیم، درست عکس اون چیزی که امروز دشمنان اسلام در صدد ایجاد اون در جامعه اسلامی هن. رهبران دینی تشیع و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام بزرگوار و دیگران این همه تأکید میکنن بر حفظ اتحاد امت اسلامی و برادری مسلمانان با یکدیگر، اون وقت یه عده‌ای دنبال آتش افروزی، دنبال ایجاد درگیری و اختلاف، این همون چیزی است که دشمن میخواد، این همون چیزی است که دشمنان دنیای اسلام که نه شیعن نه سنین، نه اینو دوست دارن نه اونو دوست دارن، اینا رو باید بفهمیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.